سلام دوستان حالتون چطوره؟ به کانال کلونومی خوش اومدید. خوش آمد میگم به بینندگان تازه وارد. تو این ویدیو روش های درمان خانگی برطرف کردن خلط گلو و سینه رو میخوایم بهتون بگیم و خوشحال میشم که همراه ما باشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. از علل خلط گلو و سینه میشه به سیگار کشیدن، آسپ، فیبروز مسانه، عفونت مجاری تنفسی، آنفلانزا، برونشیت، زاتوریه، تی بی یا توپروکلوزیس اشاره کرد. انجام دادن یک سری کارها باعث میشه که خلط کمتری در روی گلو و سینه ترشح بشه. شماره یک، هوای مرتوب تنفس کنید. هوای خشک بینی و گلی رو میسوزونه و باعث میشه که بعدا برای مرتوب کردن اونها موقع ترشح کنه یک مرتوب کننده هوا داخل اتاق خوابتون بذارید تا راحت تر بخوابید بینیتون رو تمیز کنید تا گلوتون زخم نشه شماره دو مایات زیادی مصرف کنید بدن احتیاج به آبرسانی داره تا کمتر خلط تولید کنه وقتی کسی سرما میخوره باید مایات زیادی مصرف کنه تا بدنش خلط کمتری ترشح کنه و سینوسهاش خشک بمونه کسانی که آلرژی فصلی دارن باید آب زیادی به بدنشون برسه تا مخاطشون جمع نشه شماره 3 یک کیسه آب گرم و نمدار روی صورتتون بذارید این روش فوقالعاده است همچنین برای سردردهای سینوسی فوقالعاده است نفس کشیدن در حالی که صورتتون مرتوبه باعث میشه که بینی و گلوتون سریع مرتوب بشه گرمای این کیسه هم کمک میکنه تا درد و فشارتون کمتر بشه شماره چهار زیر سرتون بلند باشه وقتی مخاط در بدنتون تولید میشه در هنگام خواب اذیت میشید بنابراین بهتر چند بالای سیر سرتون بذارید یا سرتون رو به یه صندلی تکه بدید صاف نخوابید چون مخاط در پشت گلتون جمع میشه و تنفستون رو به مشکل میندازه پنج مانع سرفتون نشی طبیعیه که سرفه کردن زیاد باعث کلافگیتون میشه و شاید هم به این فکر بیفتید که با ابزار مختلف جلوی سرفتون رو بگیرید اما فراموش نکنید که سرفه روشیه که بعدا با کمک اون ترشحات رو از ریه و گلو خارج میکنه اگه خیلی سرفه میکنید شربت سینه بخورید شش خلطتون رو قورت ندید وقتی مخاط از داخل ریه به داخل گلو میاد به این معناست که بعدا میخواد اونها رو خارج کنه سعی کنید خلطتون رو بیرون بریزید و اون رو قورت ندید هفت از اسپری آب نمک یا قطره بینی استفاده کنید اسپری نمکی یا تحریک کننده بینی میتونه خلط رو از بین ببره و آلرژی ها رو از بینی و سینوس ها خارج کنه. برای مرتوب کردن بینی از اسپری های استریل شده حاوی سدیم کلراید یا آب مقطر استفاده کنید. مورد بعدی اینه که آب نمک قرقره کنید. برای درمان خلط گلو رویه و سینه آب نمک قرقره کنید. وقتی آب نمک قرقره می کنید گلوتون باز میشه و خلط هایی که در اون رسوب کرده پاک میشن. یک قاشق چایخوری نمک رو در یک لیوان آب گرم مخلوط کنید و روزیش چند بار قرقره کنید. مورد بعدی اینه که از اوکالیپتوس استفاده کنید. محصولات ساخته شده با اوکالیپتوس برای از بین بردن سرفه و کاهش مخاط استفاده میشن. این محصولات معمولا تاثیر مستقیمی روی سینه دارن. چند قطره روغن اوکالیپتوس رو به یه افشانه اضافه کنید یا هنگامی که حمام میکنید از اون استفاده کنید تا بینیتون تمیز بشه. مورد بعدی اینه که سیگار دست اول و دست دوم نکشید. سیگار کشیدن دست اول یا دست دوم باعث میشه تا بدنتون بیشتر مخاط و تولید کنه. از مواد ضد احتقان استفاده نکنید. داروی مناسب مصرف کنید. آلرژی های فصلی رو چک کنید. از تحریک کننده هایی مثل عطر آلودگی های بینی که مجاری تنفسی و گلو رو تحریک می کنند و باعث این میشن که بعدا مخاط بیشتری تولید میکنه اجتناب کنید. دقت کنید چه میخورید و بدنتون چه واکنشی به غذاها نشون میده الکل و کافئین رو کنار بذارید هر دوی این مواد اگه زیاد مصرف بشن باعث میشن که آب بدنتون از دست بره وقتی از مخاط و خلد رنج میبرید نوشیدنی های گرمه بدون کافئین مصرف کنید حمام آب گرم بگیرید وقتی در فضای بخار آب داغ حمام قرار بگیرید خلط بینی و گلوتون خارج میشه آب گرم رو با شدت بر روی صورتتون بپاشید تا فشار سینوس هاتون رو از بین ببرید و به آرامی فین کنید فین کنید تا مخاط از داخل بینیتون خارج بشه با این حال اگه این کار رو با فشار انجام بدید به سینوس هاتون آسیب میزنید و باعث درد فشار و احتمالت عفونت میشید زیاد میوه بخورید و غذاهایی رو بخورید که باعث رفلاکس معده نمیشه مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو و تا ویدیو بعدی شب و روزتون خوش و خدا یار و نگهدارتون